سلام علیکم، من زهره ملوکم و با یه داستان دیگه در خدمتون هستم. داستان امروز در مورد محمد علی فروغیه. بیشک محمد علی فروغی یکی از پررمز و رازترین چهره های تاریخ معاصر ایرانه، کسی که تصمیمات و افکار سالها تو ایران تاثیرگذار بود. با من همراه باشین. شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما را گوش کن. پدر و نیاکان محمد علی فروغی بازرگان بودند و ارباب خونده می شدن. پدرش محمد حسین فروغی به عنوان مدیر دارالترجمه و مترجم زبان عربی و فرانسه به وزارت انطباعات و دارالترجمه محمد حسن خان اعتماد السلطنه وارد شد و بعدم رئیس دارالترجمه و مترجم ناصرالدین شاه شد. اون تو دوران مظفرالدین شاه روزنامه تربیت رو منتشر کرد. روزنامه‌ای که بیشتر افکار و آرای تربیتی متجددانه رو نشر میداد. لقب فروغی رو ناصرالدین شاه بعد از شنیدن شعری که محمد حسین فروغی در باب اون سروده بود بهش داده بود. اون در تاریخ، فلسفه و علوم سیاسی دانشور بود و نقش مهمی تو تربیت محمد علی داشت. محمد علی متولد 1254 بود. تحصیلات خودش رو از 5 سالگی نزد پدرش شروع کرد. اون تو سال 1268 وارد مدرسه دارالفنون شد و چون زبانهای خارجی به ویژه فرانسه رو خوب میدونست، به عنوان خلیفه مطالب رو برای همشاگردی های خودش به فارسی برمیگردوند. اون در ابتدا تو دارالفنون پزشکی و داروسازی رو میخوند، ولی با دیدن ضعف کادر علمی و کمبود امکانات پزشکی و ناهمگونی این رشته با علاقش به فلسفه، ادبیات و تاریخ رو آورد. اون با آموختن بیشتر زبانهای فرانسه و انگلیسی با دیدگاه فیلسوفای اروپایی هم آشنا شد. اون زندگی نامه های فلسفه غرب رو به فارسی برگردوند. فروغی همچنین شاگرد کمال‌الملک در نقاشی بود و در مقابل به کمال‌الملک زبان فرانسه یاد میداد. تو سال 1270 به استخدام دولت در اومد و مترجم زبان فرانسه و انگلیسی وزارت انطباعات شد. فروغی علاوه بر این دو زبان، زبان روسی و عربی رو هم بلد بود. تو آغاز سلطنت مظفرالدین شاه که نوگرایان به ساخت مدرسه های ملی رو آورده بودن، فروغی معلمی رو پیشه کرد و تو مدرسه ادب به مدیریت یحیی دولت آبادی و مدرسه علمیه و دارالفنون به آموزگاری پرداخت. همزمان با نگارش و ترجمه مقالات فلسفی و تاریخی تو انتشار هفته‌نامه روزنامه تربیت و نشر آموزه‌ها و اندیشه‌های نو به پدرش هم کمک می‌کرد. 7 سال بعد از پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی، یعنی تو سال 1275، مشیرالدوله دوم مدرسه علوم سیاسی رو بنا می‌کنه. از همون آغاز کار محمد علی فروغی به مترجمی و بعد هم به تدریس توی مدرسه می‌پردازه و کتاب‌هایی که ترجمه می‌کنه از مهمترین کتاب‌های درسی به شمار می‌رن. محمد علی فروغی بعد از درگذشت پدرش به زکال‌ملک دوم ملقب میشه و تو سال 1286 تو سن 32 سالگی به ریاست مدرسه علوم سیاسی انتخاب میشه که رجال و دیپلمات‌های زیادی رو تربیت می‌کنه و اونجا بعدها به دانشکده حقوق دانشگاه تهران تبدیل میشه. اون همچنین معلم خصوصی احمدشاه قاجار هم بوده. تاجگذاری رضا شاه تو 14 اردیبهشت سال 1305 انجام میشه و رضا شاه قبل از تاجگذاری نشان افتخار کشور رو به فروغی داده بود. فروغی تو مراسم تاجگذاری خطابه ایراد میکنه که به ستایش ایران و تاریخ شاهنشاهی ایران میپردازه. اون همچنین نام خانوادگی پهلوی رو که معانی آشکار ملیگرایانه و تاریخی داشت برای رضا شاه و این خاندان انتخاب میکنه. رضا شاه در 28 آذر سال 1304 فروغی رو به عنوان نخست وزیر انتخاب میکنه و حدود 2 ماه بعد از تاجگذاری از طریق تیمورتاش به فروغی ابلاغ میکنه که خواهان استعفای اون هستش، که دلیلش دخالت‌های تیمورتاش وزیر دربار و عدم سازش با اقلیت مجلس بود. به این ترتیب فروغی که نقش مهمی توی روی کار اومدن رضا خان داشت از کار برکنار میشه و کابینه اون تو 15 خرداد سال 1305 به کار خودش پایان میده. رضا شاه فروغی رو برای وزارت جنگ تو کابینه مصوفی الممالک انتخاب میکنه و اون وزیر جنگ هر سه کابینه مصوفی الممالک میشه. اما عملا این وزارت خونه رو خود رضا شاه اداره میکرده و فروغی عموما تو ماموریت به سر میبرد.
بعد از استعفای مصوفی الممالک تو 9 خرداد سال 1306، فروغی هم از وزارت جنگ استعفا میده و تو 15 تیر سال 1306 برای حل اختلافات مرزی ایران و ترکیه به سمت سفیر کبیر ایران در اون کشور منصوب میشه. اون میتونه دوستی دو کشور رو تقویت بکنه به گونه‌ای که آتاتورک شاه ایران رو به ترکیه دعوت میکنه. تو 18 تیر سال 1307 به عنوان نماینده ایران به جامعه ملل در شهر ژنو میره و تو کنفرانس خلع‌سلاح ژنو شرکت میکنه و ریاست هیئت نمایندگی ایران در جامعه ملل هم به فروغی سپرده میشه و تو جریان و همین اجلاس مجمع عمومی جامعه ملل به ریاست جامعه ملل هم انتخاب میشه. فروغی تو فروردین سال 1309 به ایران برمیگرده و وزارت خانه فواید عامه و تجارت رو به دو وزارت تازه به نامهای وزارت اقتصاد ملی به سرپرستی خودش و وزارت طرق و شواره به سرپرستی تقی‌زاده تقسیم میکنه. تو اردیبهشت سال 1309 وزارت امور خارجه هم به فروغی واگذار میشه. اون بعد از چندی سرپرستی وزارت اقتصاد ملی رو به ادیب السلطنه سمیعی میسپاره. تو 29 شهریور سال 1312 به فرمان رضا شاه مخبر السلطنه هدایت مجبور به استعفا میشه و فروغی با حفظ سمت تو وزارت امور خارجه مأمور به تشکیل کابینه جدید میشه و تو همین دوره رئیس وزرای فروغی تا آذر 1314 ادامه داره. فروغی بعد از واقعه مسجد گوهرشاد به خاطر شفاعت محمد ولی اسدی نزد رضا شاه از نخست وزیری عزل میشه و تا شهریور 1320 خونه نشین میشه. فروغی تو دوران دوم نخست وزیری خودش دست به یه سلسله فعالیت‌های فرهنگی میزنه. تأسیس دانشگاه تهران، تأسیس فرهنگستان ایران، برگزاری جشن هزاره فردوسی با شرکت ده‌ها تن از ایرانشناسان در مشهد، تشکیل انجمن آثار ملی برای احیای فرهنگ ملی ایران به همت اون جامعه عمل میپوشه. تجدید ساختمان آرامگاه حافظ و تعمیر بنای سعدی از دیگر اقدامات فرهنگی اون هستند. ریاست فرهنگستان و انجمن آثار ملی تو دوران نخست وزیریش با خودش بود. فروغی عضو فرهنگستان شیر و خورشید سرخ، عضو رئیس شورای عالی انتشارات و تبلیغات شد. سالهای خونه‌نشینی فروغی یکی از پربارترین دوران زندگی فرهنگی اونه. به ترجمه، تحقیق، تعلیف و سخنرانی تو دانشگاه‌ها و مجامع فرهنگی گذشت. با کنار گذاشتن فروغی از ریاست فرهنگستان، این مؤسسه هم کم کم به بیراه میره و فروغی با هدف آگاهی بخشی به افکار عمومی و جلوگیری از این کژروی‌ها، پیام من به فرهنگستان رو می‌نویسه و به چاپ می‌رسونه. فروغی همچنین رئیس انجمن آثار ملی بود که با تلاش دانشمندان و رجال اون زمان برای نگهداری از آثار باستانی تو آذر 1304 تأسیس شد. این انجمن اولین قدم رو برای ساختن آرامگاه فردوسی تو توس برداشت و در پی یورش متفقین به خاک ایران تو روز 5 شهریور 1320 رضا شاه فروغی رو احضار میکنه و نخست وزیر وقت علی منصور برکنار میشه و فروغی تو جایگاه نخست وزیر مسئولیت مذاکره با متفقین رو به عهده میگیره. مذاکره فروغی با سفیر شوروی و وزیر مختار انگلیس موفقیت آمیز بود و متفقین از ایران ضمانت‌هایی خواستن که پذیرفته شد. فروغی تو این دوره حساس تاریخ تونست وظیفه خودش رو به عنوان یه وطن پرست به خوبی در قبال وطنش ایفا بکنه. فروغی که اولین نخست وزیر رضا شاه بود با اشغال ایران تو جنگ جهانی دوم در سوم شهریور سال 1320 به عنوان آخرین نخست وزیر اون هم در انتقال سلطنت به پسرش محمد رضا پهلوی و جلوگیری از تجزیه ایران نقش مهمی داشت. اون نخست وزیری محمد رضا شاه رو هم تو اولین دوره به عهده میگیره. سرانجام تو سن 65 سالگی تو روز جمعه 6 آذر 1321 ساعت 3 بعد از ظهر بر اثر سکته قلبی تو تهران فوت میکنه و تو آرامگاه خانوادگی در ابن باویه در شهر ری به خاک سپرده میشه. اون در یادداشت‌های شخصی روزانه خودش نوشته بود: فقط تأسفی که از مردن دارم از این بابته که دلم میخواد بدونم کار انسان به کجا میرسه. مرسی که با این ویدیو هم همراه من بودید. یادتون نره که این پست رو لایک بکنید، نظرتون رو کامنت بکنید و اگر تا به حال عضو کانال ما نشدید لطفا دکمه سابسکرایب رو بزنید و عضو کانال ما بشید.